من نمایندگی نظر کانون نیستم، اما به هر حال عضو گردبیران هم به نظر خودم میگم و گرایش اعضا رو و اینکه این چرا دستور استقبال نکردن خدمتتون میگم. این تصمیم ها که گرفته شد هیچ کدام در دستور کار ما نبود، هیچ کدام سرش توافق نکرده بودیم. البته میدونم که تصمیم نهایی با خانواده محترم ایشون هست، ولی تا اونجا که ما بودیم و بابا صحبت کردن تا چهارشنبه ساعت 11 شب نزدیک نیمه شب این قرارها نبود. بعد یک دفعه دیدیم صبح خیلی زود به من اطلاع دادن که این قرارها رو گذاشتن و آگهی هم دادند بدون اینکه او رو هم به ما بگن. قرار ما این بود که جایی که ایشون وصیت کرده بود، که زیاد داریم کسانی که این وصیت رو شنیدن بر جمله خود من، امامزاده طاهر باشه، هیچ دلیل شرعی و قانونی و دلیل فنی هم وجود نداشتی چون اینجا اونجا دفن نشه. در ازایش اون فرشنابه ها رو نوشتن به ما و اون پاسخ ها رو دادند و این کسانی که این فرش و پاسخ رو دادن برگزیدگان دولت هستند، دولت حسن روحانی در داخل این کشور، یعنی دولت به اون فرش داد و خانواده ایشون برد از همین دولت تالار دولتی گرفت برد اونجا دفن کرد. خب این دیگه غیر قابل قبوله برای ما. این یک. دوم این که در مورد محل حرکت پیکر ایشون، ما خونه داره، زندگی داره، اتفاقا خونهش در یه جایی که جلوش محبتی بسیار وسیعی است. بعد من ترتیبی داده بودم که اتوبوس‌ها جایی باشن که گرفتار نکنن ترافیک رو. روز جمعه هم بود تازه، همه کار رو کردیم. دفعه اول و دوم و سوم بود، دهم نیست که این اتفاقا برای ما میفته. همه اون کار رو هم کرده بودیم، نه نمیگذاریم. نمیدونم اطلاع دادن جلوی خونش نمیشه، باید بیاری جلوی تالار، تالار وحدت، تالار دولتی. ما اگر در برد سیمین زنده یا سیمین دانشور یا برای استاد محمد رفتیم، اونجا وصیتی نبود، ماجرایی نبود. تازه اون هم یه عده زیادی نیومدن، من میرفتم. ضمن اینکه دوستانم نمیومدن اعتراضم میکردن، ولی خب هرحال من میرفتم. ولی در اینجا این ماجرا پیش آمده، کشمکش پیش آمده. خب برجهت او رو هم قبول نکردن. بعد آمدیم بر سر کسانی که قرار صحبت کنه، سیمیل بهبهانی عضو کانون نویسندگان ایران تا 10 روز پیش تا روز 15 مرداد که ایشون بیهوش شد حق عضویت شده داده و عضو فعال سه دوره عضو هیئت دبیران بود. افراد مذبذب ترسو ترس خورده مبتلا که کانون رو تو چنین شرایطی تنها گذاشتند، اونها میخوان اون دفتار خودشون رو تسری بدن به نام بزرگ و شجاعت سیمین بهبهانی و در نتیجه میان این طرف اون طرف میگن ایشون هم با کانون رابطه ای نداشت، پس با من چه رابطه ای داشت؟ رابطه دوستی هم بعد با او به جای خود، رابطه او با ما از طریق کانون بود. بنابراین اون افراد هم همونهایی که این حرفا رو میزنن همونها هم سر کلهشون پیدا شد دو سه نفری و به هر حال میدونیم که حضور اجتماعیشون بیشتر مبلغ دولت روحانی هست و از اون طریق هم سرکلشون پیدا شد و اینکه بخوان این پیکر ایشون بره در یه جایی در بهشت زهرا. من اینقدر گفتن و اینقدر همدلی کردن با اون کسانی که جلوی کار ما رو گرفته بودن، ممانعت به عمل آوردن، اینقدر همدلی کردن تا اون شب بالاخره خانواده ایشون هم تسلیم شدن و بعدم سخنران تعیین کردن. این سخنران ها که با امینجی اینجا باشن، یعنی چی؟ یعنی بهترین دوستانه. حالا ما که عشق سخنرانی نداریم که دیگه فاصله میخواییم بگیریم از این بحثا، ولی ایشون روز کانونه، کانون نویسندگان، یکی در اونجا درباره ایشون و سابقه ایشون در کانون، سجایای اخلاقی اون که شجاعت اخلاقی در رأسش این خاتون غزل آزادی خواهی، ما میخواییم اینو بگیریم در حالی که یه دیگه میخوام برن جای این باره در اونجا بگیرن و کردن و این کار رو هم کردن که برن باز دوباره اینو تبدیل بکنن به چیزی مثل خودشون، چیزی که نمیشود. سیمین مثل اونها نبود، او شاعر بود اما مثل همین شاعران نبود. اون الان جاش در بهشت شاعرانه و فخر و افتخار شاعران جان است به خاطر اینکه برای آزادی اندیشه و بیان، البته وطنشو دوست داشت، البته مردمو دوست داشت، البته بانوی خوشقلبی بود، ولی در واقع عمده ترین کاری که من در 30 سال اخیر به خصوص از او دیده بودم آزادی اندیشه و بیان قلم بود. حالا شما به من فرصت دادید این صحبت رو بگم،
اما این بنا بود بر سر مزار او گفته بشه، در مراسم تشییع گفته بشه. به این ترتیب ما نمیتوانستیم بریم اونجا بایستیم، بر رو بر نگاه بکنیم. دشمنان کانون نویسندگان ایران، دروغ زنانی که سعی میکنن چهره فیلمی رو شکل خودشون بکنن، اونجا بشینن و صحبت بکنن و کار خودشون رو پیش ببرن و دشمنان کانون اونجا صحبت بکنن، در حالی که این جواهر گرانبهای عضو کانون نویسندگان رو در دست دارن. و آقای رئیس‌زاده فکر میکنید دلیل حساسیت ها به دفن خانم بهبهانی در امامزاده طاهر با توجه به وصیت‌نامه‌ای که از ایشون موجود هست چی میتونه باشه؟ هم ببینید شعری از شاملو تیکیش یاد هم مونده، میگه خرخاکی ها به جنازت با سوء ظن می‌نگرند. چند تا روشن فکر آزادی خواه که در اونجا هستن خاری بر چشم دشمنان آزادی شده است، دشمنان آزاداندیش. اونجا بگید چی اتفاقی افتاده؟ مرکز توته است؟ فتنه از اونجا سبز میشه؟ نه، اونجا فقط شاملو خوابیده. اونجا مختاری و پوینده آرام گرفتند که آرامششون رو در واقع به ادعای خود ماموران دولتی، خودسران این ماموران گرفتند. اونجا سفر قهرمانیان نماد و مظهر مقاومت و ظلم ستیزی خوابیده. اگر ما رفتیم اونجا در گورستان، در گورستانی دور افتاده، 200 نفر، 500 نفر، 1000 نفر، 2000 نفر روشنفکر و علاقمندانشون آمدن، یک نظرسنجی سالم بگذارید ببینید چندین میلیون نفر از اینها حمایت میکنند، ولی فقط نماد اون و حضور گروهی در اونجا که یه برجستگی سادهی پیدا میکنه در بیابانی دور افتاده، این باعث نگرانی خاطر یک کسانی شده که یه مقدار زیادی هم میدانند در واقع این نگرانیشون بی مورده، هیچ وجهی نداره، ولی حیاتشون، حقوق بگیریشون، زندگیشون در گروه این است که بعضی چیزها رو مهم و خطرناک جلوه بدهند، بلکه حضور خودشون رو توجیه کنند. این بحث ویژه فنی داره. بعضی از مشاغل در واقع به عوض این که جلوی مشکل رو بگیرند و مشکل رو مرتب تشدید میکنن برای که حضور مادی خودشون در گروه اون مشاغله، مثل مامورانی که پزشکانی که عوض که جلوی مالاریا رو بگیرن، خب اگه جلوی مالاریا گرفته بشه بعدا باید برن خونه هاشون دیگه، اون در واقع یه جوری هم پشه یا نفر رو رها بکنن که در واقع شغلشون از دست ندن. این یه پدیده اجتماعی است، پدیده بروکراتیکه داریم. ما اینا رو باشش میبینیم. اگر نه امامزاده طاهر گو باشد برای آزادی خواهان، گو باشد برای مخالفان، چه اتفاقی میفته؟ این همه من رفتم امامزاده طاهر آمدم، تا به حال ما ندیدیم کسی اونجا برنامه ای رو به هم بریزه، شعاری بده علیه نمیدونم کسانی که مقدس هستن برای آقایون. یک بار یه شلوغی در اونجا صورت گرفت، اون هم پانتورچیستا بودن که زمانی که برای زندگیات سفر قهرمانیات مراسم میگرفتیم آمدن در اونجا بحثی رو مطرح کردن که بعدن هم معلوم شد که خودشون وابستگیشون در واقع به کجاست، اون هم همه یه پانتورچیستا نبودن، یه بخش خاصی که حالا بعدن هم دیگه نمیخوام دربارش صحبت کنم. اون هم کنترل شد. همین امسال برای زندگیات شاملو مراسم گرفتیم، شبونا اومدن شعر خوندن، حرف زدن، صحبتی کردن و رفتن. مامورا هم بودن، نگرانیشون رو هم به من گفتن، بعد هم من هم برای صدومین بار توضیح دادم که این نگرانی بی مورد، بمانید و ببینید، بذارید ما کارمون انجام بدیم، ما کارمون انجام خواهیم داد و هیچ نگرانی هم نبود. این علتش اینه که اون تبلور اون بادی محیطی که در واقع آزادی خواهی درش میخواد جوانه بزنه، این رو بر نمیتابد به طور کلی بخشی از این حاکمیت.